درآمد ماهیانه ی اتوماسیون کار چقدر؟ سلام از دل امروز میخوام در مورد این موضوع براتون صحبت کنم که آقا یه پی سی کار یا به صورت کلی یه اتوماسیون کار چقدر در میاره؟ حالا در نهایت خودتون بالا و پایین کنید. جواب به این سوال خیلی خیلی سخته. به چند دلیل. یکی این که یه مثلث ما داریم برای کسب درآمد تو این حوزه که اولیش تخصصه یکی از زلاش تخصصه که 60 درصد کاره و دو زل دیگه میشه رشد فردی و مارکتینگ تخصص یعنی اینکه شما چقدر بلدید چه تجهیزاتی رو کار کردید مثلا از این لیستی که من بهتون میگم سری 300 سر HMI 1200 اچ سمتیک تیا پورتال یا حتی نرم افزارهای جانبی که برای فهم بهتر پروژه استفاده میشن مثل فکتوریا یا اتوماسیون استدیو پی لوگو درایو ها حالا به خصوص سری زیمنس سری وی زیمنس سری جی سرو سرو موتور پی آی دی ها تی ام ها و شبکه های صنعتی شما چقدر از اینا بلدید این 60 درصد بعدش چه برندی کار میکنید خب کسی که برند زیمنس کار میکنه قطعا درآمدش بیشتر نسبت به کسی که دلتا کار میکنه چرا جلوتر بهتون میگم دلیلش و مسئله سوم که تو چه صنایعی کار میکنید مثلا کسی که صنایع غذایی داره کار میکنه واسه کسی که صنایع نساجی داره کار میکنه خب طبعا متفاوت این اون 60 سرصده. مارکتینگ یعنی یعنی اینکه چند نفر رو میشناسی ارتباطاتت به چه شکله اصلا چطوری پروژه میگیری دهان به دهان معرفی میشی یا نه واسطه داری واقعیتش تو بازار ایران واسطه خیلی زیاده من خودم پروژه ها رو با واسطه میگیرم خیلی از پروژه ها رو والا همکاراست یعنی من حتی نمیتونم بگم که این پروژه رو انجام دادم به خاطر اینکه برای بنده خدا بد میشه سر انجام میدیم و حالا دست موزمون میگیریم. و یه نکته هم بهتون بگم واسطه ها رو نمیشه یه جورایی حس کرد حالا نمیدونم اصلا کار درستی یا نه به هر حال اون شخص هم داره مارکتینگ میکنه اگه یه شرکتی هم یه وقت به شما مثلا یه مثال عملی بهتون میگم مثلا پروژه رو برداشتین به واسطه آقای ایکس برای شرکت وای بعد که میرید پروژه طولانی میشه شرکت وای میگه آقا بیا من با خودت قرار داد ببندم دیگه با آقای ایکس ما کاری نداشته باشیم مثلا من 20 درصد دارم به اون میدم 10 درصدش هز میشه 10 درصد مبقیش هم میدم به شما گرفتین؟ کار اشتباه اینه که شما بیایید با شرکت وای این کار رو انجام بدید بگید اوکی من با شما مستقیم کار کنم به خاطر اینکه معمولا اون آقا ایکسه کسای دیگه هم میشناسه پروژه های دیگه هم هست و شما درست اون پروژه رو ده درصد بیشتر میگیری ولی پروژه های دیگه تو از دست میدی خب این تو بازار هست این یه واقعیت این یه فکت به هر حال چیزایی که تو بازار هست و فقط هم مختص بازار اتوماسیون نیست خیلی جواب همین شکل هست پس نکن اینا مارکتینگ رشد فردی و مارکتینگ رو واقعا با کتاب خوندن اوکی میکنید کتاب هایی خیلی زیادی هست که باید بخونید فوقلادن هم تو زندگی فردی بهتون کمک میکنن هم تو پروژه گرفتن بیتاروف کتاب هایی تو زمینی فروش رو قطعا بخونید شما فکر میکنید فروشنده نیستید در واقع داری دانش تخصصی خودتو میفروشید و اگر بتونی با عکت بدنت بهتر ارتباط بگیری خب خیلی بهتره مثلا یکی از کتاب هست چه بگوییم تا به حرف ما گوش کنیم کتاب خیلی کوچولوه ولی مطمئنم به بخونیتش از دو صفحه ازش نوت دارید. مثلا میگم اینکه شما وارد یه اتاق میشید میخواید صحبت کنید اگه کارفرما پاش انداخته رو پای شما همون کار رو باید انجام بدید نگاه رو میزش کنید ببینم عکس مثلا چی میبینید اگه عکس بچه شو دیدید خب به هر حال باید یه طوری صحبت رو باز کنید که در نهایت برسه بچه و به اشاره کنید چون قطعا ذوق میکنه این ارتباطات رو قوی میکنه خیلی بحث مفصلیه که حالا من سعی میکنم توی ویدیو بهتون میگم اگه برگردیم سراغ اصل خودم پس ببینید واقعا فاکتورهاش خیلی زیاده نکته بعدی این که خیلی از دوستانی که این سوال رو میپرسن هنوز وارد این بازار کار نشدن و اغلبم هم دیدشون دید کارمندی آقا ماهی چقدر در میر ببینید کسی که خیش بر ما کار میکنه کسی که فیلنسر داره کار میکنه واقعا درآمد مایانه مشخصی نداره من خودم درآمد مایانم اصلا مشخص نیست یعنی حتی علاوه بر اینکه مشخص نیست درآمد این ماه با ماه قبلا با ماه قبلش هم باز فرق داره اصلا یه نمودارم نیست که اینا نزدیک هم چون واقعا بالا و پایین داره ولی معمولا میشه درآمد سالیانه رو گفت درآمد سالیانم تو ایران مثل اروپایا دید درآمد سالیانه میگه درآمد سالیانم یه بدی که داره اینه که تو ایران چون تورم داریم مثلا من میگم او سال قبل من درآمدم سه میلیارد بوده امسال خب اگه شد 4 میلیارد الزاما معنیش نیست که پیشرفت کردم شاید اون موقع دلار 25 تومن بوده الان دلار شده 50 تومن مثلا به خاطر همین میگم ولی این دید رو وردارید این دید که من بهتون یه عدد بدم به عنوان عدد ماهیانه واقعا نیست چرا چون شما یه پروژه میزنید ممکنه سه ماه درگیر باشید و یه پروژه گیرید بیاد و اون پروژه اندازه یک سال کار... کارمندی که مای 20 25 تومن کار میکنه گیرتون میاد واقعا به این شکل یعنی تعداد پروژه ممکن کم باشه ولی عدد در نهایت بزرگ بشه به خاطر واقعا نمیشه تقسیمش کرد به ماه و گفت اینقدر شما در میاد نکته بعدی اینه که مثلا من میخوام یه مثال عملی براتون بزنم توی قیمت دستتون بیاد ببین الان شما یه پروژه‌ای بخواید برید به روش‌های مختلفی قیمت میتونید بدید حالا توی ویدیوی مفصل راجبش صحبت میکنم ولی مثلا تجهیزات هر چقدر بود شما بین 25 تا 40 درصد قیمت تجهیزات میتونید دست موز بگیم مثلا اگه 500 میلیون باشه دیگه کفش 120 هم به بالا نوش جونتون هر چقدر تونستی میتونی بگیرید این یک بعد تازه تجهیزات هم خودت میتونی بخریم و معمولا ما تجهیزات رو تقییم میکنیم 15 تا 25 درصد سود میگیریم چرا به خاطر اینکه ما ایم که مشخص میکنیم چه تجهیزی باید استفاده بشه دانش تخصصی ماست و کار کارفرما خودش بره بخره متوجه این, این یک پس رو هم میتونی سود بگیری بعد اینکه تازه بعد از اینکه کار تموم میشه یه قرارداد نگهداری هم میتونی بندی و نگهداری همش سوده چون واقعا اتوماسیون چیزی نیست که ایفیلی بشه بحث دیگه اینه که مثلا ممکن پروژه بزرگتر باشه آی او هم بیاد وسط مثلا هر آیو رو یه قیمتی در نظر مثلا آیو مثلا از 900 هزار تومان تا یک و حالا 500 تا آیو داشته باشه 100 تا آیو داشته باشه یا 300-400 تا آیو داشته باشه هر تعداد که باشه به این شکل میتونید میبینید عددا عددهایی بالایی میشه و واقعا هم عددا همین یکی از دلایلی که من راجبشون صحبت نمی اینه که بیتاروف ذهن مخاطب برای عددها آماده نیست مثلا من اگه بهتون میگم آقا الان پروژه ها دیگه رنجشون از دویست به بالا خب کس که درآمدش ماهی مثلا 10 تا 20 رو واقعا عدد رو درک نمیکنه و اون وقت من باید بیام یه انرژی بذارم که طرفو متقاعد کنم واقعا من کارم این نیست و اصلا نیاز نیست وقت بذارم متوجه منظورم میشی بعد افراد جبهه میگن افراد دو دسته جبهه میگن یکی اون که اصلا کارشون این نیست میگه چه خبره یکی هم کسایی که مثلا اتوماسیون کارن ولی خب لول های خیلی پایینن یعنی تو دانش تخصصی مشکل دارن توی مارکتینگ رشد فردیش هم مونده و مثلا پر پرش داره از این بازار مثلا مایی 40 50 تومان در در بهترین میدونی چی میگم اونا هم میان جپه میگن حالا شما بیا اونا هم باید اصلا برای کی مهمه در نهایت چیزی که من همیشه صحبتم میشه اینه که آقا اگر علاقه داشته باشی ترکوندی ولی اگر علاقه نداشته باشی و صرفا به خاطر پولش وارد مارکت بشی اصلا کسی که دنبال این شما اگه چهار تا کتاب بخونید در زمینه پولی متوجه میشید کسی که دنبال پول به هیچ وقت بهش نمیرسه ولی اگر دنبال علاقت بری دنبال تخصص و مهارت بری به یه جایی میرسید که پول ناگزیر به سمت شما میاد واقعا به همین شکل به تو اون وقت اتفاقایی خوب میاد من یه مثالی دارم همیشه در مورد کار کردن و علاقه و اینا الان من به شما بگم برید نقاشی واقعا تو نقاشی پول هست نه بیتارو اصلا تو ایران ولی شما اگه برید نقاشی و توی نقاشی خدا بشی این یعنی یه سال وقت بذاری دو سال وقت بذاری و فوق العاده بشی بله نقاشی های شما تو نمایشگاه تهران به قیمت میلیاردی خرید و فروش میشه بعد میری تو سطح این نقاشی تو کشورهای دیگه فروش میره ببین اصلا به یه عددهایی میرسی الان شما برید حالا مثلا چهار تا هنرمند تاپ نقاش رو در اونداش سرچ کنید ببینید آثارشون چه عددهایی هم تو همین ایران پس توی چیزی که علاقه داری پول هست بحث مالی خیلی پیچیده است میگم فاکتورهاش خیلی زیاده برای همین من معمولا سمتش نمیرم دوره بنده هم دوره آموزشی آموزش تخصصی اون 60 درصده من کاری به اون 40 درصده ندارم اون 40 درصده رو سعی میکنم توی همین ویدیوهایی که براتون میذارم کاور کنم به خصوص توی دوره همی های حضوری چون اونجا همو میبینی ببینید الان در مقابل من یه دوربین یک لنز و دقیقا دارم توی لنز نگاه کنم و با شما صحبت کنم ولی وقتی میای اونجا توی سمینار و دوره تازه هم... اینا که دوره های ما همه رایگان اونجا میشینیم صحبت میکنیم زمین تاسمون آسمون داره و قول میدم کسایی که میان تو دوره همی حالا وایساشون هست وقتی میرن بیرون اصلا یه آدم دیگه شدن به خاطر اینکه میدونن چیکار کنن تریک ها دستش اومده ولی نکته اصلی کتاب خوندن یعنی تمام این حرفایی که من گفتم تهش کتاب خوندن من خدا میدونه همین الان هر روز دارم کتاب میخونم و اولین کاریه که در طول روزم انجام میدم یعنی بالاترین اولویت من کتاب کتاب تخصصی هم نه کتاب رشد فردی کتاب های بی نهایت خوبی بیرون هست که آدم های بی نهایت درجه یکی نوشتن که اگه چشون اصلا زندگیتون متعبیل میکنید مثلا طرف مدیر پیپل کتاب زیرو تو 1 یا یک یا صفر به یک طرف مده نشسته کنار داره تمام تجربیات زندگی کارش رو میگه از این بهتر اصلا امکان داره توی واقعیت شما برادرتم هم یادم موفقی باشه بری و انقدر برات وقت بذاری نه با این کتاب هم 50 تا 100 هزار تومانی میتونی تمام تجربیات زندگی تخصصی اون فرد رو داشته باش و این کتاب ها رو که میخونی لحظه به لحظه تو ذهنت ایده به وجود میاد به خاطر همین میگم تش کتاب بابت درآمد واقعا همینقدر میشه صحبت کرد حالا من توی یه ویدیویی سعی میکنم چون واقعا درآمد ماهیانه نم اون نمیتونم بگم چون خدا میدونه عددی اینطوری نیست که بهتون بگم ولی چیزی که کمکتون میکنه توی یه ویدیوی اولین قرارداد آخرین قراردادمو بهتون میگم اینطوری فکر کنم خیلی بهتر کمکتون کنه و عددا دستتون بیاد ولی واقعا عددا بالاست و بعضی موقع صحبت نمیشه در به خاطر همین کامنت هایی که میاد و اینا اصلا چرا وقت بذاری کسی که طرز فکرش یه چیزی ولی چیزی که من راجبش ادعا دارم همون دانش تخصصی است همون دوره آموزشی که خودم باش حال میکنم و بهت میگم آقا کاری به قسمت اون 40 درصد ندارم ولی اون 60 درصد رو قول میدم به بهترین شکل ممکن بهت بگم امیدوارم که باید مفید باشه این ویدیو حتما لایک و سابسکرایب کن خیلی گلی و توی کامنت ها بنویس اگه دوست داری که کارت چیه و درآمدت چیه من میتونم اون وقت روی کامنتت کامنت بذارم که نسبت به درآمدت به چه شکله اگه دوست داری وارد اتوماسیون بشی خیلی خیلی دوستتون دارم و موضوع خودتون باشی